درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. امام جمعه کازرون بعد از نماز جمعه هدف گلوله قرار گرفت. نیویورک تایمز گفته است که در صورت حمله گسترده اسرائیل، ایران آماده تلافی با 1000 موشک بالستیک می شود. امروز جمعه یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی سردشت جان خود را از دست داد. در پی شدت گرفتن درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله، ارتش اسرائیل از کشته شدن 5 سربازش خبر داد. گروه هکرهای ایرانی موفق به انتشار اطلاعات کارزار دونالد ترامپ شدند. یک مدل سابق آمریکایی ادعا کرد که دونالد ترامپ در سال 1993 به او تعرض جنسی کرده است. حزب کارگران کردستان مسئولیت حمله به صنایع هوافضای ترکیه را بر عهده گرفت. و کانادا در واکنش به مشکلات داخلی میزان مهاجرت را کاهش می‌دهد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز جمعه 25 اکتبر 2024 میلادی برابر است با 4 آبان ماه سال 1403 خورشیدی. رسانه های خبری وابسته به حکومت ایران گزارش دادند که محمد صباحی امام جمعه کازرون امروز جمعه 4 آبان ماه هدف حمله با سلاح گرم قرار گرفته است. صباحی بعد از این سوء قصد به شدت زخمی شده و به بیمارستان منتقل شد و تا لحظه تنظیم این خبر گزارش های زد و نقیزی درباره زنده ماندن او وجود دارد. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار کازرون گزارش داده که ضارب بعد از سوء قصد خودکشی کرده است. رسانه های خبری وابسته به جمهوری اسلامی هنوز گزارشی درباره انگیزه احتمالی فرد ضارب منتشر نکردند. این در حالی است که محمد خرسند امام جمعه پیشین کازرون هم در 8 خرداد ماه 1398 مقابل منزل خود هدف یک سوء قصد مرگبار قرار گرفت و فرد ضارب متعاقبا اعدام شد. نشریه نیویورک تایمز آمریکا روز پنجشنبه 24 اکتبر به نقل از 4 مقام ناشناس ایرانی آورده است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به نیروهای نظامی دستور داده تا چندین طرح نظامی را برای واکنش به حمله احتمالی اسرائیل تدارک ببینند. به گفته این منابع میزان گستردگی هر گونه اقدام تلافی جویانه ایران تا حد زیادی به شدت حملات اسرائیل بستگی خواهد داشت. مقامات ایرانی تاکید کردند که اگر حملات اسرائیل خسارات گسترده و تلفات زیادی وارد کند، ایران تلافی خواهد کرد. اما اگر اسرائیل حمله خود را به چند پایگاه نظامی و انبارهای ذخیره موشک و پهپاد محدود سازد، ایران ممکن است کاری در واکنش انجام ندهد. منابع ایرانی به نیویورک تایمز گفتند که رهبر جمهوری اسلامی دستور داده که اگر اسرائیل به زیرساخت‌های نفت و انرژی یا تأسیسات هسته‌ای حمله کند یا مقامات ارشد را ترور کند، پاسخ قطعی خواهد بود. این منابع شامل 2 از اعضای سپاه پاسداران تهدید کردند که اگر اسرائیل آسیب بزرگی وارد کند، پاسخهای ایران میتواند شلیک تا 1000 موشک بالستیک، تشدید حملات گروههای شبه نظامی نیابتی در منطقه و اختلال در جریان عرضه جهانی انرژی و کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز شود. در خبر دیگر، نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه‌های تلویزیونی فرانسه گفت که کشورش آمران و عوامل حمله پهپادی اخیر به اقامتگاه شخصی او در شهر قیصریه را پاسخگو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو افزود که این رویداد مانند آن است که تروریست‌ها اتاق خواب رئیس جمهور فرانسه و همسرش را هدف قرار بدهند. او گفت حملات ایران به اسرائیل بزرگترین تهاجم موشکی در تاریخ بوده و یقیناً پاسخ خواهد داشت. نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، معترض 17 ساله کشته شده در جریان خیزش انقلابی سال 1401، با گذشت 10 روز از زمان بازداشت همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان خرم‌آباد به سر می‌برد.
آیدا خواهر نیکا شاکرمی با اشاره به ادامه بازداشت مادرش اعلام کرده که هیچ خبری از وضعیت او ندارد. آیدا شاکرمی روز سوم آبان ماه با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که مادرش همچنان ممنوع تماس و ممنوع ملاقات است و مسئولان قضایی و امنیتی هیچ خبری از شرایط او نمیدهند. به شامگاه 25 مهر ماه در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت مادرش در خرم‌آباد خبر داد و نوشت که از علت دستگیری و اتهام مطرح شده علیه او بی اطلاع است. ساعتی بعد از آن صفحه اینستاگرام نسرین شاکرمی از دست از خارج شد. بعد از آن و در روز 28 مهر ماه علی امیدی وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در اینستاگرام نوشت که شاکرمی در بازداشتگاه زندان مرکزی خرم‌آباد محبوس است و با او ملاقاتی داشته است. شاهزاده رضا پهلوی هم همان روز در واکنش به ادامه بازداشت این مادر دادخواه نوشت که ربایش و بازداشت او نشانه ای آشکار از ضعف و هراس رژیم جمهوری اسلامی از زنان، مادران و ایرانیان حق‌گو و میهن‌پرست است. تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به سوی کولبران در استانهای غربی ایران بار دیگر قربانی گرفت. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری خانگاه، بامداد جمعه 4 آبان ماه یک کولبر اهل مهاباد با نام ابراهیم احمد نژاد هیل کولبری در ارتفاعات مرزی شهرستان زردشت با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران کشته شد. به نوشته هنگاه این کولبر بدون اخطار قبلی و با سلاح کلاشینکوف از ناحیه شکم هدف تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفت. پیکر این کولبر به بیمارستان سردشت منتقل و بعد از اتمام مراحل قانونی به مهاباد منتقل خواهد شد. بر اساس آماری که کولبر نیوز منتشر کرده، در 6 ماهه نخست سال 1403 جمعاً 142 کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش‌های جداگانه اعلام کرده که دست کم 10 تن در زندان‌های ایران اعدام شدند. به گفته این سازمان حقوق بشری، صبح روز چهارشنبه دوم آبان ماه حکم اعدام 2 مرد با اتهام قتل عمد در زندان مرکزی زنجان به اجرا درآمد. این سازمان همچنین گزارش داد که حکم 2 تبعی کشور افغانستان که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند هم روز چهارشنبه در زندان مرکزی قم به اجرا درآمد. در گزارش دیگری که این سازمان منتشر کرده، به اجرای حکم اعدام 5 زندانی در زندان قزل حصار اشاره شده و آمده است که صبح روز چهارشنبه حکم اعدام دست کم 5 مرد از جمله 2 تبعی افغانستان در زندان قزل حصار کرج به اجرا درآمد. بر همین اساس اعلام شده که 2 تن از این زندانیان که با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، اهل نورآباد لرستان بودند. بنا به گزارش این سازمان حقوق بشری، 2 تن از اعدام شدگان هم به اتهام قتل عمد و شخص دیگری به اتهام تجاوز به عنف در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. همچنین در روز چهارشنبه در زندان مرکزی گرگان هم حکم یک زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود به اجرا درآمد. خبرگزاری حکومتی ایلنا امروز جمعه 4 آبان ماه از فعالیت معدن معدنجو در طبس در استان خراسان جنوبی بدون امکانات لازم برای ایمنی محل کار خبر داد. ایلنا افزود معدن طبس برقرار است. کارگران، آنهایی که از آن روز حادثه جان سالم به در بردند، به سر کار بازگشتند. ناچارند که برگردند. پیدا کردن یک لقمه نان از اعماق زمین شوخی ندارد. این خبرگزاری در گزارش خود تاکید کرده که خیلی ها در معدنجو به سر کار بازگشتند و فقط بلوک محل حادثه فعلا تعطیل است. ایلنا اشاره کرده که به رغم حادثه تلخ اخیر به واسطه نبود امکانات ایمنی، همه چیز مثل قبل است. سنسور مرکزی، مانیتورینگ و تهویه های قوی در کار نیست و چیزی در معدنجو عوض نشده و احتمال بروز حادثه مرگبار همچنان بالاست. بر اساس این گزارش،
وقتی کارفرمای معدنجو مکافات کار خود را نمی بیند و معدن در همان شرایط سابق بازگشایی می شود، کارفرماهای معادن دیگر هم می گویند چرا برای ایمنی هزینه کنیم؟ اشکالی که پیش نمی آید، کارگر فوت هم شد کاری با ما ندارند، معدن تعطیل نمی شود، چند روز سوگواری است و بعد دوباره واگن‌های حمل زغال سنگ مانند قبل روی ریل می افتند. تاکنون هیچ خبری در مورد برخورد قضایی با شرکت خصوصی مالک معدن و یا شرکت پیمانکاری منتشر نشده است. بیران کنانشمند در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. آیا از شما کلاهبرداری شده؟ نگران نباشید. جعل اسناد، جعل وکالتنامه، جعل قراردادها و حتی جعل وصیت‌نامه و غیره را ما قانوناً به نفع شما پیگیری خواهیم کرد. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. حملات گسترده ارتش اسرائیل به مناطق مختلف لبنان همچنان ادامه دارد. اسرائیل روز پنجشنبه خبر داد که 5 تن از سربازانش در جنوب لبنان کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای نام 4 تن از این سربازان را اعلام کرد و گفت این نیروها روز چهارشنبه در جریان نبرد در جنوب لبنان جان باختند. در بیانیه جداگانه‌ای هم اعلام شد که روز پنجشنبه یک سرباز دیگر در جنوب لبنان کشته شد. از سوی دیگر رسانه‌های لبنانی هم از کشته شدن سه خبرنگار در حمله هوایی اسرائیل خبر دادند. روز جمعه خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که سه خبرنگار در حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. یک شبکه تلویزیونی حامی ایران هم گفت که این حملات محل اقامت خبرنگاران را در جنوب شرقی لبنان هدف گرفته است. و سوی دیگر حمله راکتی حزب الله امروز جمعه 4 آبان به شهر عرب نشین مجدل کروم در شمال اسرائیل دست کم 9 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی وضعیت 4 تن از زخمی شدگان وخیم است. حزب الله ضمن قبول مسئولیت این حمله مدعی شد که رگباری از راکت را به سمت کارمیل شلیک کرده است. ارتش اسرائیل میگوید که حزب الله حدود 30 فروند راکت به سمت این کشور شلیک کرده است. راکت پراکنی‌های حزب الله به سوی اسرائیل در حالی است که ارتش اسرائیل از کشته شدن عباس عدنان مسلم، فرمانده منطقه ایترون، واحد رضوان حزب الله و ده‌ها عضو دیگر این گروه نیابتی جمهوری اسلامی ایران تا یه شبانه روز گذشته خبر داد. اسرائیل و قطر خبر دادند که مذاکرات دستیابی به توافقی برای آتش‌بس غزه و آزادی گروگان‌ها در روزهای آینده از سر گرفته می‌شود. در همین حال دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه 3 آبان اعلام کرد که داوید بارنعا رئیس سازمان موساد رهسپار دوحه پایتخت قطر می شود. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل، رئیس موساد روز یک شنبه برای پیش بردن ابتکاراتی که در دستور کار قرار دارند راهی قطر خواهد شد. تصمیمی که با مخالفت وزرای راست افراطی کابینه نتانیاهو مواجه شده است. ساعتی قبل از این واکنش ها ایالات متحده و قطر اعلام کرده بودند که مذاکرات آتش‌بس در دوحه از سر گرفته خواهد شد.
گروه هکرهای ایرانی که بعد از سرقت ایمیل‌های کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ نتوانسته بودند سبب انتشار آنها در رسانه‌های جریان اصلی شوند، اکنون موفق شدند که این اسناد را در معرض عرضه گذاشته و برخی از آنها را منتشر کنند. به گزارش رویترز، در هفته‌های اخیر این گروه هکری تلاش کرد تا این ایمیل‌ها را به یک فعال حزب دموکرات بفروشد و او آنها را در وبسایت خود American Macrakers منتشر کرد. این اسناد شامل مکاتبات کارزار انتخاباتی ترامپ با مشاوران و حامیان این نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری است. دادگستری آمریکا در ماه سپتامبر این گروه هکرهای ایرانی را که از هویت‌های جعلی استفاده می‌کنند متهم کرده بود که برای حکومت ایران کار می‌کنند و قصد نفوذ در انتخابات آمریکا را دارند. این گروه که طوفان نعنا یا APT-42 نامگذاری شدند، موفق شدند با سرقت پسورد تعدادی از کارکنان کارزار انتخاباتی ترامپ بین ماه‌های می و جون به اسناد این کارزار دست پیدا کنند. دادگستری آمریکا می‌گوید که این گروه سه هکر عضو بسیج سپاه پاسداران هستند که هویت آنها در دست بررسی است. رویترز با یکی از این هکرها که خود را رابرت معرفی می‌کند ارتباط برقرار کرده، اما او پاسخ داد: واقعا انتظار دارید پاسخی از من بگیرید؟ به همان کسی است که FBI درباره او به روزنامه‌نگاران هشدار داده بود. استیسی ویلیامز، مدل سابق آمریکایی، روز پنجشنبه ادعا کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و نامزد جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در 5 نوامبر در سال 1993 به او تعرض جنسی کرده است. به گزارش ورایتی، ویلیام توضیح داد که اولین بار در یک مهمانی کریسمس در سال 1992 از طریق جفری اپستین، خلافکار جنسی که در سال 2019 در زندان به زندگی خود خاتمه داد، با ترامپ آشنا شده بود. به گفته وی، کاملا معلوم بود که ترامپ و اپستین دوستان نزدیکی بودند. چند ماه بعد تا یک پیاده روی با اپستین، این دو به برج ترامپ رفتند و ویلیام ادعا می کند که ترامپ در هنگام خوشامدگویی او را دستمالی کرده و دستش را روی سینه ها، کمر و باسن او قرار داده است. ویلیام میگوید که در آن موقعیت احساس سردرگمی کرده و بعد از آن لبخند زدن اپستین و ترامپ را دیده است. گروه قربانیان تعرض جنسی هوادار کاملا هریس از ویلیام حمایت کرده و همراه 200 تن از بازماندگان خشونت جنسی تبلیغی را در نیویورک تایمز منتشر کردند که تاریخچه اتهامات تجاوز جنسی علیه ترامپ را برجسته می کند. یکی از اینها پرونده سال 2022 تعرض جنسی ترامپ به ای جین کارول است. ترامپ که طی سالیان اخیر توسط چندین زن به سوء استفاده جنسی متهم شده، این اتهامات را رد کرده است. وی از آن کرده که اپستین را می شناخته، اما ادعا می کند که در اوایل دهه 2000 با او قطع رابطه کرده و بعد از دستگیری اپستین از او فاصله گرفته است. کارولین لویس، سخنگوی ترامپ، این اتهامات را رد می کند و کارزار کاملا هریس، نامزد دموکرات ها را به ساختن داستان برای حمله سیاسی متهم کرده است. لویس گفته است که این اتهامات به طور استراتژیک 2 هفته قبل از انتخابات مطرح شده است. ساعتی بعد از آنکه حزب کارگران کردستان PKK مسئولیت حمله به کارخانه شرکت هوافضای ترکیه را پذیرفت، ارتش این کشور از حملات هوایی بیشتر علیه مواضع این گروه شبه نظامی کرد در عراق خبر داد. پایگاه خبری فرات نیوز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه قرارگاه مرکز مدافع خلق وابسته به PKK نوشت که این عملیات در واکنش به نسل کشی دولت ترکیه علیه کردها انجام شده و هیچ ربطی به برنامه سیاسی یک ماه اخیر که در ترکیه مطرح می شود ندارد. در حمله روز چهارشنبه به کارخانه تولید تسلیحات صنایع هوافضا در نزدیکی آنکارا، 5 تن کشته و 22 تن مجروح شدند. هر دو مهاجم هم در محل حادثه کشته شدند. اکنون PKK در بیانیه‌ای حمله خود را مشروع و هدف را یک مرکز نظامی خوانده است. رانندگان هشمان، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا،
از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدریلا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدریلا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 هیدریلا.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. همزمان با ادامه حملات حوثی ها به کشتی های تجاری در دریای سرخ از سال گذشته و افزایش تنش ها میان روسیه و غرب به دلیل جنگ اوکراین، منابع غربی روزنامه والستریت ژورنال از ارائه اطلاعات روسیه به حوثی ها برای حمله به کشتی های غربی خبر دادند. یک منبع آگاه و دو مقام دفاعی اروپایی ادعا کردند که روسیه اطلاعات هدفگیری را در اختیار حوثی ها قرار داده تا در جریان حملات به کشتی های غربی در دریای سرخ از موشک ها و پهپادها استفاده کنند. بر اساس این گزارش، حوثی ها به تازگی داده های ماهواره ای روسیه را برای گسترش حملات خود به کشتی ها به کار گرفتند. یکی از منابع مطلع گفته است که این اطلاعات و تصاویر ماهواره ای از طریق اعضای سپاه پاسداران ایران منتقل شدند. والستریت ژورنال با اشاره به این موضوع بیان کرده که این کمک های روسیه نشان دهنده تمایل ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای تضعیف نظام اقتصادی و سیاسی غرب به رهبری ایالات متحده است. به باور برخی تحلیلگران، مسکو با ایجاد بی‌ثباتی از خاورمیانه تا آسیا تلاش می‌کند تا مشکلات بیشتری برای واشنگتن ایجاد کند، به ویژه که درگیری‌های گسترده در خاورمیانه بعد از حمله 7 اکتبر سال گذشته بسیاری از منابع و توجه مقامات آمریکایی را به خود معطوف کرده است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت وی در واکنش به چالش‌های رشد جمعیت و کمبود خانه در دوران بعد از همه‌گیری کرونا قصد دارد که در اهداف مهاجرتی خود تجدید نظر کند و میزان مهاجرت به کانادا را کاهش بدهد. به گزارش رویترز، این تصمیم که بخشی از یک برنامه جدید اعلام شده با هدف کاهش فشار بر مسکن و خدمات اجتماعی گرفته شده که به دلیل ازدحام مهاجران تحت فشار قرار گرفته است. افکار عمومی درباره مهاجرت در کانادا منفی تر شده و بسیاری از کانادایی‌ها آن را عامل کاهش توان خرید مسکن می‌دانند. برنامه جدید به تدریج تعداد پذیرش ساکنان دائمی کانادا را از 485 هزار تن در سال 2024 به 365 هزار تن تا سال 2027 کاهش می‌دهد. این اولین کاهش چند ساله در اهداف مهاجرتی از سال 2018 به این سوست. رسانه‌ها در ایران از کاهش شدید ارزش ریال، پول ملی ایران در برابر پول افغانستان خبر داده و اعلام کردند که هر یک افغانی به بیش از 1000 تومان رسیده است. شماری از کارشناسان بر این باورند که قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی مهمترین عامل سقوط ارزش ریال در روزهای اخیر بوده است. وبسایت تجارت نیوز در همین مورد نوشت در شروع سال جاری یک افغانی برابر بود با 8500 ریال.
در 29 اردیبهشت ماه از ارتش افغانی در برابر ریال کاسته و یک افغانی برابر با 7930 ریال شد. این وبسایت افزود که ارتش هر افغانی در 10 مهر ماه سال 1403 در بازار ایران به بیش از 9000 ریال افزایش یافت و در نهایت 3 آبان ماه ارزش افغانی به 10270 ریال رسید. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.